ارتباط با جنگ در غزه پرزیدنت بایدن و من خستگی ناپذیر و پیوسته داریم کار میکنیم برای اینکه الان زمانش رسیده که برسیم به توافقی برای آزادی گروگان‌ها و برای آتش بس. و این رو روشن بگم، من همواره از حق اسرائیل برای دفاع از خودش دفاع خواهم کرد و همواره اطمینان حاصل خواهم کرد که اسرائیل این قابلیت رو داره که از خودش دفاع کنه، چرا که مردم اسرائیل هرگز نباید دوباره وحشتی که یک گروه تروریستی به اسم حماس در روز 7 اکتبر براشون ایجاد کرد تجربه کنن، از جمله خشونت جنسی غیر قابل توصیف و قتل عام جوانها در یک فستیوال موسیقی. همزمان اتفاقی که در غزه افتاده در این 10 ماه اخیر ویرانگر بوده. بسیاری از جانهای بیگناه از دست رفتن. مردم گرسنه مستعصل که برای امنیت خودشون بارها و بارها متواری شدن و این درجه از درد و رنج قلب ما رو میشکنه. پرزیدنت بایدن و من داریم تلاش میکنیم که این جنگ رو به پایان برسونیم تا گروگان‌ها آزاد بشن، امنیت اسرائیل تامین بشه، رنج در غزه به پایان برسه و مردم فلسطین به حق خودشون برای امنیت، آزادی و کرامت و تعیین سرنوشت برسن. و من هرگز درنگ نخواهم کرد در اتخاذ هر تدبیری و به عمل آوردن هر اقدامی علیه ایران و تروریست‌های تحت حمایت ایران. من مماشات نخواهم کرد با خودکامگان و دیکتاتورها مثل کیم جونگ اون و این خودکامگانی که دارن برای ترامپ طرفداری میکنن، چرا که میدونن که او رو میتونن به آسونی ازش سوء استفاده کنن و امتیاز بگیرن. اونها میدونن که ترامپ خودکامه ها رو پاسخگو نخواهد کرد، چرا که خودش میخواد یک خودکامه باشه.